این دستخر معلق که در فضا میبینید یک سفینه برای سفر بین کهکشان ها میباشد. نام این سفینه ابرن است. این دستخر فضایی را شرکتی به نام زندگی دوم در زمین استارت زده و سیکش را به سمت سیاره ای به همان نام تیر کرده است. سفر در این سفینه 120 سال به طول میانجامد. مسافرانه هم آخ چرا میزنی مردک؟ مردی که پدرت جاکش. باز من ولت کردم تو اومدی اینجا کسشر تبین ملت بدی؟ گم شو برو بیرون. برای کیونی تا اینجاش خیلی خوب شده. کسشر نگو، برو ظرفا رو بشور بچه پر رو. Now we lost the man of culture. تو چی میگی؟ اون رفت تو هم برو دیگه ای بابا. Alright. خب بینندگان عزیز ببینم تا کجا براتون تعریف کرده. آها خب تو اون سفینه 5000 تا مسافر هست که این لاشی ها تقریبا دو دستن، یا یه گوهی بودن تو زمین و از جهت خرپولیت میخواستن که برن یه جای خلوتتر و ساکتتر و اونجا زندگی رو بکنن. دسته دوم تو زمین گوه خاصی نبودن و زندگی اونا رو کرده بوده. اینا میخواستن برن و توی سیاره دیگه یه گوهی بشن. یه روز از شانس کیری یکی از مسافرها، شبسنگ از سیستم حفاظتی کیرکلوفت این فضاپیما میگذره و این کومپاره بینوا 90 سال زودتر از خواب بیدار میشه. اولش بند خدا گوسپیچه، فکر میکنه بقیه هم بیدار شدن، ولی وقتی که میفهمه مثل کیری که ساعت 4 صبح زودتر از بقیه اعضا بیداره بیدار شده، خایه میکنه از تمام سوراخهای موجود در بدنش، خودش رو انگوش میکنه تا دوباره بره تو محفظه کیریشو 90 سال بخوابه. اما زهی خیال باطل، میفهمه اون مدل خوابیدن تکنولوژی خاصی میخواد و کار پدرش هم نیست. تو همون بگاهی جیمز یه ربات آدم نما به اسم آرتور پیدا میکنه و این ربات چون کد نویسیش بر این اساس بود تا برای آدما کسشر تفده و به کس گفتنشون گوش بده، تبدیل شد به سنگ صبر جیمز و تنها مانه که از تنهای خودش از چون دار نزنه. جیمز تقریبا یه سال دنبال یه راه برای برگشتن به محفظه خوابش گشت، ولی فهمید که راهی نیست و یه نفس عمیق کشید و گفت به تخمم. سعی کرد از زندگیش تو اون سفینه کسخاره امکانات لذت ببره. اون دوبله های ممنتو رو میدید جغ میزد، میرفت بسکتبال جغ میزد، میرفت میرخصید جغ میزد، کونلخت تو سفینه دور میکرد و بازم جغ میزد. ولی کم کم این سرگرمیاش و کفتستیاش براش عادی میشد، دلش هوس کس میکنه. میره از یه فرس 4999 نفری یه کس انتخاب میکنه. هاگی ریدی. اه چرا؟ خب کس خود تو 5000 نفر که همه کس نبودن. راست میگی، ولی یه وقتی یه طرف قزوینی بود، اون وقت فرقی نمیکرد براش. غیر اینه استدلالتو خرگایی. خب کسکش کریسپرت باباش قزوینی بود یا مامانش قزوینی بود؟ این کسجارو رو تفمیدیم برات کنتور میندازم. ای با ما هم که شدیم سیامک انصاری تو برره. اصلا ولشون کن برگردیم سر داستان خودمون. خلاصه این داداشمون که حشر مخش رو گاییده بود بین مسافرا میگرده و یه بانوی تق نخورده سالم به اسم آرورا از خواب بیدار میکنه و آینده و سرنوشت اون کس بدبخت رو به کس گاو میزنه. اون کس بانوی پاکدامن بینوا که فکر میکرد محفظش باک خورد و از شانس تخمیش بود که زودتر از خواب بیدار شده، یه مدت همش دنبال راهی برای برگشتن به محفظش میگرده و اون جیمز دیوس رو هم داداشی خودش میدیده. کم کم این جیمز لاشی خودش رو تو دل آرورا جا میکنه و کم کم روشون به هم باز میشه و توی جای مختلف فضاپیما در هم دیگه میذارن. اما جیمز جقی یادش نبود که اون ربات دیوز از همه چیز خبر داشت و میدونسته که آرورا چجوری بیدار شده. آرتور هم کسش خل میشه و کسلیسیش گل میکنه و همه چیز رو به آرورا میگه. آرورا هم وقتی میفهمه کسی که تقه و پردش رو زده سرنوشتش هم به فاک زده، پریود میشه و رابطه بین این دوتا کیش میشی که چه عرض کنم کیره میشی میشه. اما اوضاع اینجوری نمیمونه. بسه دیگه، 4 دقیقه است داری کس میگی. ببین اصلا ملت میخوان داماشو ببینن یا نه؟ خدایا عجب گیر کردی. بینندگان عزیز، اگه علاقه ای دارین که پارت دوم این کار ساخته بشه، میتونین بیاین تو چنل من تو بهش رای بدین. حاجی نصف داستانو گفتم، بذار من خدافظی کنم حداقل. باشه تو خدافظی کن سگ خور. ممنون که این ویدیو رو دیدین، حتما چنل ما رو سابسکرایب کنین و کامنت بذارین تا ما بتونیم کارهای بهتری بسازیم. از طرف تیم ممنتو شب یلداتون مبارک. آخ تو شب یلدای منی تیر خرس و آبی جاکش. از این خزبازی ها اینجا نداریم.